نمایندگان مجلس بریتانیا تعطیلات بهاره خود را برای ادای احترام به مارگارت تاچر نخست وزیر پیشین درگذشته این کشور نیمه کار گذاشته و به پارلمان بازگشتند. در این مراسم دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که هم حزب خانم تاچر نیز هست، با اشاره به اینکه در زمانی که نماینده پارلمان شدند و یا رهبری حزب محافظه‌کار توسط یک زن تقریبا غیر قابل تصور بود، گفت او به اذعان خودش نخست وزیر شدن یک زن را غیر ممکن می‌دانست، اما او این هر سه کار را انجام داد. آقای کامرون همچنین افزود البته ممکن بود خانم تاچر به مسیر دیگری کشانده شود. وقتی او در اواخر دهه 40 درخواست استخدام در کمپانی صنعت شیمی بریتانیا را داد، درخواستش رد شد. آنها پاسخ دادند که این زن سرسخت، لجباز و به شکل خطرناکی خودپسند است. اد میلیبند، رهبر حزب مخالف کارگر بریتانیا که از جناح مخالف مارگارت تاچر است، هم با ایراد سخنانی با اشاره به میراثی که خانم تاچر از خود به جا گذاشت گفت: نخست وزیر، معاونش و من متعلق به دهه 80 هستیم. زمانی که شما سیاست‌های خود را بر اساس موافقت و یا مخالفت با او تعریف می‌کردید، همه ما راه‌های متفاوتی را در پیش گرفتیم. 30 سال بعد از آن دوران هنوز مردم بریتانیا درباره میراث او بحث می‌کنند. مراسم تشییع او با انتقال جنازه اش از کاخ وستمینستر به کلیسای سنت پل در لندن چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. برخلاف سنت قدیمی، ملکه بریتانیا و همسرش نیز در مراسم ادای احترام به تنها نخست وزیر زن این کشور شرکت خواهند کرد.